ساعت خبرها، ورود اول ناو آمریکایی به خلیج فارس و پاسخ نظامی سپاه، بالا گرفتن احتمال شروع درگیری بین ایران و آمریکا در خلیج فارس، وحشت رژیم و تلاش برای انتقال پایتخت از تهران همزمان با بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی. سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار الحاق 188 فروند پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی سپاه و ادعای رهگیری ناو هواپیما برای نیمیتز در خلیج فارس. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید با پهپاد از ناو آمریکایی نیمیتز عکس گرفتیم. علیرضا تنگسیری، فیلمبرداری و عکاسی برای انهدام اهداف ثابت و متحرک دریایی از قابلیت‌های این پهپادهای تمام بومی است. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید کرده آمریکایی‌ها از روزی که ناوهای هواپیما برای 5000 نفری شما مصادره شود بترسید. فرماندهان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین از اظهار نظر در مورد ادعای فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران خودداری کردند. کمتر از یک هفته پس از عبور ناو هواپیما برای USS نیمیتز متعلق به ایالات متحده آمریکا از تنگه هرمز و ورود آن به خلیج فارس، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته پهپاد تمام بومی سپاه این ناو و کشتی‌های اسکورت آن را پیش از ورود به تنگه هرمز رصد کرده است. به گزارش تسنیم، علیرضا تنگسیری روز چهارشنبه دوم مهر ماه در مراسم الحاق 188 فروند پهپاد و هلیکوپتر به نیروی دریایی سپاه پاسداران با اعلام این خبر گفت در این رهگیری ناو هواپیما برای نیمیتز و همراه ناوهای اسکورت کننده آن شامل 4 ناو شکن و 2 رزم ناو و 2 ناوچه گشتی و 1 فروند شناور گارد ساحلی با 1333 نیروی آمریکایی شناسایی شدند. این مقام سپاهی در اظهاراتی تهدیدآمیز گفت فیلمبرداری و عکاسی برای انهدام اهداف ثابت و متحرک دریایی از قابلیت‌های این پهپادهاست. وی همچنین افزود رصد و پایش همه تحرکات دریایی با این پهپادها انجام می‌شود. ناو هواپیما برای نیمیتز و ناو گروه پشتیبان آن همزمان با فعال شدن مکانیزم ماشه وارد خلیج فارس شدند. ناو هواپیما برای USS نیمیتز با 5000 تفنگدار از تنگه هرمز عبور کرد و وارد خلیج فارس شد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز 31 شهریور در یک سخنرانی آمریکایی‌ها را تهدید کرد از روزی که ناوهای هواپیما برای 5000 نفری شما مصادره شود بترسید یا سر عقل بیایید و منطقه را ترک کنید. امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، نیز اول مهر ماه در یک سخنرانی گفت مقاومت تا بیرون راندن آمریکا از غرب آسیا و پاک کردن منطقه از لوس وجود شیطان بزرگ ادامه خواهد یافت. ادعای تصویربرداری سپاه پاسداران از ناو نیمیتز در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب پیدا کرده و آسوشیتد پرس نوشت فرماندهان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکای مستقر در بحرین که مأموریت گشتی در آب‌های خاورمیانه را بر عهده دارند از اظهار نظر در مورد ادعای فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خودداری کردند. این همه در حالی است که فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا و اجرای تحریم‌های جدید علیه مقامات و نهادها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی تنش‌های سیاسی میان حکومت ایران و آمریکا در حال افزایش است. مقامات ارشد آمریکا همزمان اعلام کردند که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی اقدام به خرید و فروش تسلیحات و تجهیزات موشکی و اتمی کند. پیشنهاد سپاه پاسداران به دولت برای انتقال مجانی پایتخت، نگرانی از حمله‌های نظامی و نافرمانی‌های اجتماعی.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است، چه از لحاظ طبیعی و چه حمله های نظامی و چه نافرمانی های اجتماعی. منطقه انتخاب شده برای تأسیس پایتخت سیاسی اداری جدید محرمانه است. یکی از اعضای شورای عالی انتقال پایتخت ستاد کل نیروهای مسلح است. بر اساس آخرین برآورد بین 10 تا 15% از فضای تهران در اختیار نهادهای حکومتی از قبل ادارات و سازمانها و پادگان هاست. قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی اعلام کرده بدون اینکه پولی از دولت بخواهد کار انتقال پایتخت را از تهران انجام می‌دهد. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی 31 شهریور با اعلام این خبر گفت که سپاه منتظر تصمیم رئیس جمهور است و او نیز در همین ارتباط به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت یعنی وزیر راه و شهرسازی نامه داده است. ترابی تاکید کرد اگر در بحث انتقال پایتخت سیاسی و اداری خوب عمل کنیم، مدیریت جمعیت و سازماندهی تهران به نتیجه میرسد. این نماینده یک روز بعد یعنی اول مهر ماه در یک مصاحبه به دلیل امنیتی به لزوم انتقال پایتخت نیز اشاره کرد و گفت تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران یک تهدید واقعی است، چه از لحاظ طبیعی و چه حمله های نظامی و چه نافرمانی های اجتماعی. ترابی منطقه انتخاب شده برای تأسیس پایتخت سیاسی اداری جدید را محرمانه دانست، اما گفت این منطقه اصفهان نیست. 5-6 مکان برای این کار در حد اولیه کارهای اولیه در نظر گرفته شده است. در سالهای اخیر سمنان هم از جمله استانهایی بوده که گفته شد شاید یک روز پایتخت به آنجا منتقل شود. قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری زیر عنوان سازماندهی و تمرکز زدایی از تهران اردیبهشت سال 1394 در مجلس تصویب و شورای نگهبان با آن موافقت کرد، اما پیشینه ی آن به سالهای قبل باز می‌گردد و اساساً مسئله امنیتی و ناشی از حراس حکومت از اعتراضات اجتماعی در تهران و اشغال مراکز و نهادهای حکومتی توسط مردم است. حدود 50 نماینده مجلس شورای اسلامی در آبان سال 1399 خواستار بررسی با اولویت طرح انتقال پایتخت سیاسی شدند. یکی از اعضای شورای عالی انتقال پایتخت ستاد کل نیروهای مسلح است. این شورا 14 عضو دارد و شهردار تهران و رئیس سازمان پدافند غیر عامل و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر راه و شهرسازی نیز عضو آن هستند. بر اساس آخرین برآوردها بین 10 تا 15% از فضای تهران در اختیار نهادهای حکومتی ادارات و سازمانها و پادگان هاست. حالا برای نخستین بار است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به واسطه قرارگاه خاتم الانبیا انتقال پایتخت را آن هم به طور مجانی مطرح کرده است. بر اساس گفته سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، دولت نزدیک به 50,000 میلیارد تومان به این قرارگاه بدهی دارد. پس بحث انتقال پایتخت آنقدر ضروری است که سپاه پاسداران حاضر شده برای عملی کردن آن این حجم بدهی را نادیده بگیرد و مجانی طرح را اجرا کند. هزینه بالای انتقال پایتخت. مرتضی طلایی نایب رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران که در دوره ای رئیس پلیس تهران نیز بود میگوید بحث انتقال پایتخت همیشه از اوایل انقلاب اسلامی مطرح بوده و در دهه 80 با سخت شدن شرایط زندگی، ترافیک، حمل و نقل، سکونت، آلودگی هوا و غیره شدت پیگیری و انتقال آن جدی‌تر شد، تا جایی که دولت‌ها به ویژه دولت اصلاحات و یا در زمان هاشمی رفسنجانی مطالعاتی را در این خصوص انجام داد، اما این موضوع هیچ وقت به نتیجه نرسید. اما از دلایل عمل نشدن این طرح هزینه بالای آن است. در دوره نیز موضوع انتقال پایتخت سیاسی به شهرکی در اطراف ساوه مطرح شد. طلایی در این ارتباط گفته بود تمام شهرهای بزرگ مانند شیراز، اصفهان، اهواز و غیره دچار معضلاتی هستند و نمیتوان پایتخت را به آن استانها انتقال داد چون دچار مشکلات عدیده میشوند. طلایی در مورد انتقال پادگان ها نیز عنوان کرد تا کنون تعدادی از پادگان ها از مرکز شهر منتقل شدند و نظر من هم این است پادگان هایی که در مرکز شهر هستند باید منتقل
منتقل شوند و در حاشیه شهرها قرار گیرند، چرا که ما نیازمند مراکز امنیتی دفاعی و پادگان ها هستیم تا در مواقع ضروری و بحران کمک کنند. وی همچنین گفته بود هیچ کاری از جمله انتقال پادگان ها و انتقال پایتخت را نمیتوان بدون پشتوانه علمی و مطالعه انجام داد. به نظر من کارهای بدون مطالعه بیشتر جنبه شعارگونه داشته و اصلا قابلیت اجرا ندارند. در چنین وضعیتی است که بازار اقتصادی ایران نیز به شدت ملتهب شده و قیمت دلار به بیش از 28 هزار تومان رسیده و قیمت کالاهای اساسی از مواد خوراکی گرفته تا شوینده ها به شدت افزایش یافته است. بر همین اساس رژیم ایران از بیم آغاز دوباره اعتراضات سراسری گشت های بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی را بیش از پیش در خیابان ها مستقر می کند.